درود بر شما همراهان ایندیپندنت فارسی. ایالات متحده ای آمریکا رسما جمهوری اسلامی ایران را به ایفای نقش گسترده در حملات حوثی‌ها به کشتی‌های تجاری در دریای سرخ و تنگه باب المندب متهم کرده. در این زمینه گفتگویی داریم با آقای امین صوفیامهر، پژوهشگر و تحلیلگر روابط بین‌الملل از آمریکا. خیلی خوش آمدید جناب صوفیامهر. ممنون که دعوت ما را قبول کردید. درود بر شما و همیهنان گرامی، ممنونم از دعوتتون. قربان شما. جناب صوفیامهر، دولت بایدن خب از ورود به رویارویی نظامی با ایران همیشه اعتراض میکنه. فکر میکنید واشنگتن برای مقابله با حملات حوثی ها در نهایت چه راهی رو در پیش خواهد گرفت؟ بله، به خاطر اینکه یک دید جامعی داشته باشیم و بدونیم داره چه اتفاقی میفته، اجازه بدین اصلا من توضیح بدم که منطق جمهوری اسلامی برای داشتن گروه های نیابتی چیه از جمله حوثی ها. ببینید، جمهوری اسلامی به خاطر اینکه توان دفاعی ضعیفی داره در مقابل دشمنانش، اونایی که دشمن میدونه مثل اسرائیل و آمریکا، دست زده به شکل دادن به گروه های نیابتی. گروه های نیابتی بسیاری از سیاست های نظامی جمهوری اسلامی رو به اصطلاح در منطقه به پیش میبرن، اما وقتی که پای مسئولیت به میان میاد که چه کسی مسئول این گروه های نیابتی، جمهوری اسلامی اونا رو انکار میکنه. در یه ترمین هست در روابط بین الملل، بهش میگن plausible deniability، یعنی که انکار باورپذیر. و مثلا این دست حملات رو جمهوری اسلامی هیچ وقت انکار نمیکنه که از حوثی ها حمایت میکنه، آموزش، بودجه، چه بسا مشاوره و همه اینا رو خودش اذعان میکنه جمهوری اسلامی. منتها چیزی که جمهوری اسلامی انکار میکنه که این حملات به دستور خود جمهوری اسلامی انجام میده. این دستور این حملات رو خود جمهوری اسلامی ابلاغ میکنه به حوثی ها. اینه که جمهوری اسلامی انکار میکنه. حالا ببینیم موضع آمریکا چیه؟ منظور از آمریکا اینجا دولت بایدنه. اتفاقا موضع دولت بایدن هم همینه، یعنی که دولت بایدن الان سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید اومده گفته که جمهوری اسلامی بودجه آموزش، تسلیحات و اطلاعات حوثی‌ها رو تامین میکنه، منتها یه چیز اعتراف نکرده. همه مسئله دستوره که جمهوری اینو نگفته که دستور هم از جمهوری اسلامی صادر میشه. اگر که این به این اعتراف کرده بود، حملات حوثی‌ها ها رو آمریکا حملات جمهوری اسلامی میدونست، اما چون که همچین اعترافی نکرده، یه حد اقلی از استقلال تصمیم گیری و عمل برای حوثی‌ها قائل شده. بنابراین این رویکرد آمریکا باعث میشه که اون پیامی که به جمهوری اسلامی میفرسته اینه که آمریکا، همونجوری که در پرسش شما هم بود، آمریکا میلی به درگیری نظامی نداره و این دریافت باعث میشه که توان بازدارندگی نداشته باشه. یعنی جمهوری اسلامی وقتی بازداشته خواهد شد که بدون آمریکا میلی برای پاسخگویی نظامی داره. اما آمریکا، دولت بایدن، چون که ترس داره از بالا رفتن سطح تنش، خود جمهوری اسلامی رو مسئول و عامل این دست حملات نمیدونه. رویکرد دولت ترامپ متفاوت بود. وقتی که ترامپ به اصطلاح قاسم سلیمانی رو حذف کرد و سیاستش این بود که هیچ استقلالی برای این گروه های نیابتی جمهوری اسلامی قائل نبود، حمله هر کدوم از این گروه ها رو حمله جمهوری اسلامی میدونه، بنابراین پاسخ مستقیما به جمهوری اسلامی میدونه. بعد از حذف قاسم سلیمانی شما دیدید که گزارش های اومده بود که جمهوری اسلامی به نیروهای نیابتی خودش دستور داده که به حملات خودشون به مواضع آمریکایی پایان بدن. یعنی که شما اگه بخواید با گروه های نیابتی برخورد بکنید، باید اون کسی که آمر این گروه های نیابتی رو بتونید تهدید معتبری رو انجام بدید که این تحلیل معتبر باعث بشه که اونها به گروه های نیابتی خودشون دستور بدن که دست به حملات نزن. ولی تا کنون بایدن چنین کاری نکرده. من شک دارم تا وقتی که بایدن حاضر نباشه این روی کرده در پیش بگیره، این حملات متوقف بشه. بله، و خب چیزی که شما خودتون میفرمایید در گفته های شما خیلی به وضوح هست این که جمهوری اسلامی تأمین کننده تسلیحات برای این گروه های نیابتی هست
خیلی از این گروه های نیابتی اصلا از زمانی که تأسیس شدن با حمایت های جمهوری اسلامی مثل همین حماس یا حزب الله لبنان تشکیل شدن و در شرایطی که فعلا خاورمیانه داره این گروه ها دیگه رسما وارد جنگ شدن با کشورهای منطقه، با کشورهای غربی و به نظر میاد یک در واقع به یک بزنگاهی رسیده که جهان تکلیفش رو با نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی روشن کنه. به نظر شما بایدن همچنان این مذاکرات رو در پیش خواهد گرفت و این ائتلافی که شکل گرفته از 20 کشور لااقل که جلوی این حملات گرفته بشه آیا کمک نمیکنه به اینکه مسئله حوثی های یمن برای همیشه از در واقع سپهر سیاسی خاورمیانه حذف بشه؟ ببینید، عنصر اساسی این ائتلاف آمریکا هست. گفته میشه که 20 کشور این ائتلاف رو تشکیل میدن. اون مهره اساسی این ائتلاف آمریکا هست و آمریکا چه نقشی رو و چه رهبری رو در پیش میگیره. آمریکا رو که توضیح دادن، آمریکای بایدن چه مشکلاتی رو داره. اگر که رئیس جمهور دیگری در کاخ سفید بود که اراده جدی برای درگیری نظامی داشت، اگر که ضرورت داشت، این ائتلاف میتونست بازدارندگی. ببین، این ائتلاف سیاست دولت بایدن رو در مورد مسئول دونستن جمهوری اسلامی تغییر نداده. اگر که دولت بایدن بیاد اعلام کنه ما استقلال نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی رو نمیپذیریم و حملات حوثی ها حملاتی که جمهوری اسلامی انجام داده، بنابراین ما پاسخ مستقیم رو به جمهوری اسلامی میدیم، اون موقع این ائتلاف میتونست نشانه ای باشه که سیاست دولت بایدن در قبال جمهوری اسلامی تغییر کرد. اما تشکیل این ائتلاف چیزی نیست جز به اصطلاح دنباله همون سیاست بایدنه. تا الان این سیاست برای اینکه منصرف بکنه جمهوری اسلامی رو و حوثی ها رو و دیگر گروه های نیابتی رو که دست از حملات خودشون بردارن، ناکام بوده و من شک دارم تا الان این سیاست و شک دارم که این سیاست میتونه از الان به اسلام مؤثر باشه. تا وقتی که جمهوری اسلامی یه پاسخ مستقیم به حوثی ها داده نشه و جمهوری اسلامی هشدار تهدیدآمیزی رو دریافت نکنه، اگر حتی به حوثی ها هم حمله بشه، به نظر من نمیتونه پایانی باشه بر حوثی ها. اما اگر که جمهوری اسلامی فکر بکنه که آمریکا مصممه که یا به خود جمهوری اسلامی پاسخ مستقیم بده یا مصممه که توان نظامی و حکمرانی به اصطلاح حوثی ها رو در یمن از میان ببره، اون موقع جمهوری اسلامی یه محاسبه دیگه انجام میده، یه رویکرد دیگه رو در پیش میگیره. ولی تا الان بایدن همچین هاضمه ای رو برای پاسخگویی گسترده و جامع و مؤثر نداشته. بله و از یکی دو هفته گذشته که حملات حوثی ها تشدید شد علاوه بر ایالات متحده و هم پیمانان اروپایی واشنگتن از جمله فرانسه و بریتانیا هم اعلام کردند که برای بازگرداندن امنیت دریانوردی به این آبراه تلاش دارن میکنن یا آماده میشن. فکر میکنید با توجه به وضعیت و پراکندگی حوثی ها آمریکا و اروپا اصلا آماده ی گسترش جنگی هستند که این از آغاز تمام تلاش ها برای محدود موندن به اون معطوف شده بوده و اصولا اگر این اتفاق بیفته چقدر امکان داره که مثلا اگر این جنگ واقعا اتفاق بیفته چقدر امکان داره که ایران مداخله کنه در این جنگ و اگر ایران وارد این جنگ بشه به نظر شما به غیر از حالا گروه های نیابتی جمهوری اسلامی که در سوریه و عراق و حالا حوثی های یمن و حزب الله لبنان هستن و خب گروه های دیگه که قطعا بعدا سر میخوان در بیارن، چه کشورهایی واقعا از جمهوری اسلامی حمایت میکنن اگر وارد یک جنگی با آمریکا و کشورهای غربی بشه؟ بله، این سوال خیلی خوبیه. ببینید، الان اون نظم جامعه بین الملل و نظام بین الملل بسیار متزلزل شده به خاطر یکی ما یک جنگ به اصطلاح عظیمی در اروپا داریم، جنگ روسیه و اوکراین هست، و الان یک جنگ خاورمیانه ای داریم و اون جنگ حماس و حزب الله، ببخشید، حماس و اسرائیل هست. نگرانی دولت های غربی اینه که این جنگ به صورت یک جنگ منطقه ای در بیاد و جمهوری اسلامی بخواد سعی کنه در این جنگ شرکت بکنه. جمهوری اسلامی این جنگ رو نمیخواد، غرب هم این جنگ رو نمیخواد.
به همین خاطر بوده که آمریکا تا الان سعی کرده مدارا بکنه با این حملات گاه و بیگاه نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی. یعنی اون حملات رو چندان خطر امنیتی ضروری و فوری و آنی ندونسته. به همین خاطر سعی نکرده که دامنه جنگ رو گسترش بده. به همین خاطر من فکر نمی کنم که جمهوری اسلامی سعی بکنه سطح تنش رو از همین میزانی که هست بالاتر ببره. در عین حال پاسخهایی هم که آمریکا میده و یا غرب میده و یا ائتلاف مورد حمایت آمریکا میده، اونها هم پاسخهای محدوده. یعنی اینها میخوان جنگ و حالا این بهش میگن که low intensity conflict، یعنی اینکه یک تنش نظامی محدود نگهش دارن، نه یعنی اینکه تبدیل به یک جنگ تمام عیار بشه که همه گروه ها به صورت تمام عیار در اون مشارکت داشته باشن. مگر اینکه جمهوری اسلامی دست به یک دیوانگی بزنه، فرضاً مثلا از حزب الله لبنان رو وادار بکنه که مثلا موشک پراکنی گسترده ای به یکی از شهرهای تلاوی بنده، اون موقع دیگه محاسبه فرق میکنه. ولی به نظر میاد جمهوری اسلامی میدونه که از چه حدی نباید این سطح تنش رو بالا ببره. البته همیشه میتونه در مورد اون حد دچار سوء محاسبه بشه، یعنی که فکر بکنه الان اگر که حزب الله یک حمله رو مثلا محدود رو به اسرائیل انجام بده، اسرائیل هم پاسخش محدود خواهد شد و این سوء محاسبه میتونه باشه و میتونه اسرائیل حمله گسترده ای انجام بده و یه جنگ تمام عیار آغاز بشه. ولی خب همه طرفین خواهان این هستند که نشون بدن کوتاه نیامدن، در عین حال نمیخوان سطح تنش رو به میزانی بالا ببرن که تبدیل به جنگ تمام عیار بشه. بله، خب البته که گفته میشه همه جنگ ها از یک اشتباه محاسباتی شکل میگیرن و شما عقیده دارید که این اتفاق نمیفته و با مذاکره این مشکلات حل میشه. امیدواریم که اینطوری باشه، ولی حتما البته نه، البته من نمیگم که امکان سوء محاسبه وجود نداره، من میگم امکان سوء محاسبه وجود داره، منتها تحلیل شما اینه که اتفاق نمیفته این جنگ و فعلا اینطوریه. بله خب حتما امیدوارم که اینطوری باشه و قطعا با شما برمیگردیم روزهای آینده که ببینیم چه اتفاقات جدیدی خواهد افتاد. خیلی ممنونم جناب صوفیا مهر از وقتی که در اختیار ما برای این گفتگو گذاشتید. سپاس از شما. ممنون از شما بینندگان عزیز که در این گفتگو با ما همراهی کردید.